25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. بیست و پنج نوامبر هر سال مصادف با چهارم آذر به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان برگزیده شده است. این روز برای یادآوری عزم همگانی برای محو خشونت علیه زنان انتخاب شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 17 اکتبر 1999 میلادی نامگذاری این روز را به عنوان روز جهانی تصویب کرد. گزارش‌های دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی نشانگر آن است که نیمی از جامعه به شکل سیستماتیک همچنان قربانی خشونت عریان هستند. دبیرکل سازمان ملل می‌گوید این وضعیت اجتناب ناپذیر نیست و باید تغییر کند. بر همین اساس شعار امسال یعنی سال 2022 میلادی سازمان ملل برای این روز اتحاد فعالیت برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران انتخاب شده است. آنتونیو گوترش در پیام خود میگوید جهان باید برای ریشه‌کنی این پدیده تا سال 2030 تلاش کند. و اما منشأ تاریخی روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. در 25 نوامبر سال 1960 سه خواهر عضو شبکه مخفی انقلابی جمهوری دومینیکا در زندان رژیم دیکتاتوری تروخیف پس از شکنجه های بسیار به قتل رسیدند. این جنایت سرآغاز سقوط حکومت نظامیان در این کشور حوزه دریای کارائیب بود و از سال 1981 به بعد شماری از کشورهای جهان به خصوص در آمریکای لاتین این روز را به طور رسمی روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کردند. در سراسر جهان درگیری‌های مسلحانه، فجایع طبیعی ناشی از تغییرات آب و هوایی، کمبود غذا و نقض حقوق بشر خشونت علیه زنان را دوچندان می‌کند. این در حالی است که بیشتر موارد خشونت علیه زنان و دختران به علت بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی و ترس از مجرم شناخته شدن و یا شرم و خجالت اساساً اعلام و ثبت نمی‌شوند. خشونت علیه زنان بنابر تعریف سازمان ملل متحد هر گونه رفتاری است که می تواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود. همچنین هر گونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن می گویند. این خشونت می تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی به صورت پنهان یا آشکار انجام شود. از انواع خشونت علیه زنان می توان موارد زیر را نام برد: خشونت و آزار جنسی، ازدواج اجباری، تجاوز جنسی در بستر زناشویی، حملات جسمانی و کتک زدن، خشونت کلامی، نگاه به عنوان ابزار جنسی، احساس مالکیت به زن، نابرابری جنسیتی، کودک همسری، قاچاق زنان و دختران، قتل‌های ناموسی، آزار سایبری، دخالت در احوالات شخصی و ختنه زنان. خشونت علیه زنان تجاوز به حقوق بشر است و موجب تبعیض و گسترده تر شدن نابرابری ها میان زنان و مردان می شود. همچنین مانع بزرگی برای پیشرفت در همه زمینه ها از جمله کاهش فقر و برقراری صلح و امنیت است. کشورهای ایران و افغانستان به دلیل وجود قوانین زن ستیزانه در زمینه خشونت علیه زنان و دختران رتبه اول را دارا هستند. با اینکه زنان و دختران ایران زمین سالهای سال از این خشونت و بی‌عدالتی در رنج و عذاب بودند، اما امسال شاهد موج وحشیانه از خشونت در ایران هستیم. تعداد بسیار زیادی بر اثر ضرب و شتم نیروهای سرکوبگر دولتی
به خصوص ضربه با باتوم به ناحیه سر و همچنین شلیک مستقیم گلوله های جنگی جان خود را از دست دادند یا معلول و نابینا شدند. شماره زیادی به دلایل واهی بازداشت و یا محکوم به زندان های طولانی مدت شده اند. تنها به جرم درخواست برخورداری از حقوق شهروندی. در واقع این خشونت های گوناگون علیه زنان نباید بدون مجازات بمانند و عاملان آنها باید به پای میز محاکمه کشیده شوند. جامعه‌ای که مردانگی را در خشونت، شادی را در هرزگی، دزدی را زرنگی و دروغ و ریا را پیشه زندگی خیش قرار داده، آزادی و تمدن را هرگز نخواهد دید. به امید روزی که همه زنان و دختران دنیا در آرامش و آزادی همواره در سایه قوانین عادلانه و بدون تبعیض زندگی بدون خشونت را تجربه کنند. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.